دیدبان حقوق بشر نتیجه تحقیقات اعتلاف عربی را نپذیرفت. در پی هدف قرار گرفتن یک کشتی حامل پناهجویان سودانی در تنگه بابل مندب توسط تعدادی بالگرد که ناشناس اعلام شده اند اعتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی تحقیقاتی را در این باره انجام داد که دیدبان حقوق بشر آن را نپذیرفت. سارا لیوینستون مدیر اجرایی دیدبان حقوق بشر منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در این باره اظهار داشت ما از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد می خواهیم که در این پرونده وارد شود و با انجام تحقیقات بیطرفانه نتایج آن را به سازمان ملل ارائه دهد. به افزود آنچه ما میدانیم این است که تحقیقات اعتلاف عربی پیرامون این جنایت کافی نیست چرا که تاکنون تحقیقات این اعتلاف از جدیت کافی در رسیدگی به جنایات احتمالی خود برخوردار نبوده است پیش از این عربستان برای رسیدگی به پرونده ی حمله به کشتی حامل پناهجویان سودانی تیمی مشترک با حضور امارات، قطر و یازده کشور دیگر عضو اعتلاف عربی تشکیل داده بود شاین ذکر است اوایل ماه جاری میلادی چند فروند بالگرد ناشناس در اقدامی جنایتکارانه یک کشتی حامل پناهجویان سومالیایی را هدف قرار داد که طی آن بیش از چهل و چهار تن که بسیاری از آنها زنان و کودکان بودند جان خود را از دست دادند و تعدادی زیاد مجروح شدند. گفته می شود عربی این حمله را به نیروهای یمنی نسبت داده در حالی که یمنی ها اعلام کردن هیچ بالگردی در اختیار ندارند. حملات عربستان سعودی و همپیمانانش به یمن وارد سال سوم خود شده است.